شب و روز گذشته با وجود آماده باش گسترده نیروی سرکوبگر انتظامی و سپاه و بسیج و اطلاعاتی ها و در حالی که حکومت هم تمام توان خودش رو به کار برده بود تا مانع از برگزاری آیین ملی چهارشنبه سوری بشه، ولی در واقع یک خیزش و چهارشنبه سوری آتشین و داغ علیه حکومت سراسر ایران رو فرا گرفت. اینجا میدون جنگه، میدون جنگ اسلام شهرم میشه قهرمان. بسیجی موضوع جرعت نکردی بیاری 1403 آتیش به بیت میرسه. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. 1403 آتیش به بیت میرسه. مرگ بر دیکتاتور. خامنه ای ضحاک، میکشیمت زیر خاک. با میتوان و باید خورشید رو میبرد. تهران چهارشنبه سوری 1400 باید بشید. تو اکثر شهرهای میهنمون زنان و جوانان با برافروختن آتش و پرتاب ترقه و سر دادن شعارهای ضد حکومتی جشن چهارشنبه سوری رو به خشم و خروش و آتش علیه خامنه ای تبدیل کردن. تو اصفهان جوانان با آتش زدن لاستیک شعار میدادن آتش آتش تهاجم، این از جواب مردم. در مشهد و قزوین جوانها با شعار زن مقاومت آزادی تو خیابونها جشن آتش برپا کردن. توی تهران و میدان تجریش عکس‌های خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به آتش کشیده شد. در شمرون هم ترقه و نارنجک‌های دودزا و صوتی و همینطور آتش تمام فضا رو پر کرده بود. توی شهریار جوانان شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر می‌دادن. در قلعه حسن خان تهران جوانان با آتش خیابون‌ها رو بسته بودند. مردم چقدر شادن، امضا سرنگونی جمهوری اسلامی، کرج گلشن. آخوندهای دیریشه بله، اما در عراق و ساوه مردم طناب دار رو در اعتراض به اعدام‌های گسترده در این رژیم به آتش کشیدن و شعار پاسخ ما به اعدام، آتش به سمت قیام سر دادن. خلاصه این که دیروز مردم ایران آیین چهارشنبه سوری رو با جشنی از آتش و سوزاندن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای و همینطور با شعار 1403 آتش به بیت میرسه به شکست دیگه‌ای برای خامنه‌ای تبدیلش کردند. اکبر خامنه‌ای.
امشب چهارشنبه آخر سال 1402 رو این تناب داره رژیم جنایتکار آخوندی اینو آتیش میزنم که بگم که ای جلاد این تناب تو دیگه به جوانان ما اثر نداره و جوانان ما از تناب دار تو گذشتن انشالله با امید خدا سال 1403 این آتیش به بیت رهبری میرسه و بساط ظلم و جوری که بر ملت ایران در طی 45 سال شما تحمیل کردید به دامن خودتون میافته. مرگ بر دیکتاتور.